باید فروش کامل نفت ایران رو تضمین کنه، باید با هر گونه تحریمی علیه جمهوری اسلامی هم مقابله کنه، باید متعهد بشود که بحث موشک و حضور جمهوری اسلامی در منطقه رو مطرح نخواهد کرد. اینو باید قول بده. افزایش کیفیت، تنوع محصول بر اساس نیاز مشتریان، بازاریابی صحیح و تولید بر اساس درخواست مشتریان و تحویل به موقع از مهمترین علل افزایش صادرات. I'm here today following a very busy few weeks in American foreign policy. به مناسبت بزرگداشت فردوسی باز خبرهای شنیدیم درباره ثبت ملی و جهانی این اثر و اون اثر، ولی ما چه کرده ایم؟ مثلا برای همین نقالی که چند وقتی به ثبت رسیده، دانشنامه شاهنامه فردوسی، دانشنامه هنر نقالی، دانشنامه آینهای بلوچ، هیچ کدوم از اینها بودجه بهش تعلق نگرفته. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایرانیان سلام، شب بخیر، نماز روزهاتون مقبول باشه، خوش آمدید. اقتصاد با برجام اروپایی درست نمی شود. اگر اروپایی ها تعلل کنند، حق ایران برای آغاز فعالیت های هسته‌ای محفوظ است. رهبر انقلاب اسلامی عصر دیروز در دیدار سران قوا و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام با اشاره به دشمنی مبنایی، عمیق و مستمر امریکا با اصل نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران در سخنان مهمی در دو محور رفتار صحیح در قبال امریکا، برجام و اروپا و نیز لوازم و ضرورت‌های حرکت راهگشای اقتصادی در داخل کشور چندین تجربه عبرت آموز در روابط ایران و غرب را یادآوری و شروط جمهوری اسلامی ایران برای برجام را اعلام کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با بیان اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی رژیم آمریکا دشمن اصلی ملت ایران بوده و از همه ابزارها و ترفندهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و تبلیغاتی نیز استفاده کرده و در همه موارد هم شکست خورده، به تکرار تعبیر براندازی در صحبت‌های مقامات آمریکایی اشاره کردند و گفتند این تعبیر جدید نیست و مقامات آمریکایی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی آن را به کار می‌بردند. حتی همان رئیس جمهوری که می‌گفت به دنبال براندازی نیستم، به دنبال براندازی بود و نیت و اهداف او نیز مشخص شد. رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه بر اساس سنت الهی در شکست دشمن هیچ تردیدی وجود ندارد، خاطر نشان کردند سرنوشت رئیس جمهور کنونی آمریکا بهتر از سرنوشت اسلاف خود همچون بوش و ریگان نخواهد بود و همانند آنها در تاریخ گم خواهد شد. البته بر اساس سنت الهی وظایفی هم بر عهده ماست و اگر این وظایف را انجام ندهیم نمیتوان در خصوص رسیدن به نتایج مورد نظر اطمینان داشت. ایشان لازمه انجام وظایف و اتخاذ تصمیم صحیح در مقطع فعلی را بهره‌مندی از تجربه‌های گذشته دانستند و بر همین اساس به بیان چند تجربه و درس مهم در خصوص آمریکا پرداختند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بیان تجربه اول گفتند مجموعه برخوردهای آمریکا از ابتدای مذاکرات هسته‌ای تا کنون این تجربه مهم را به دست می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند با آمریکا تعامل کند، زیرا آمریکا پایبند به تعهدات خود نیست. نگین اینا کار این دولت است و کار ترامپ است. نه، دولت قبل هم که با ما نشست صحبت کرد، وزیر خارجش 10 روز 15 روز در اروپا پابند جلسات این چیز بود، اونا هم همینجور تقریبا رو به شکل دیگری عمل کردن ولی نقض کردن، اونا هم تحریم کردن، اونا هم برخلاف تعهدات خودشون عمل کردن. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سخنان دیپلمات‌های کشور درباره نقض مکرر روح و جسم برجام از جانب آمریکا افزودند
با دولتی که معاهدات بین المللی را به راحتی و همانند آب خوردن نقض می کند نمی توان تعامل کرد. تجربه برجام جواب آن کسانی است که بارها می گفتند چرا با آمریکا مذاکره و تعامل نمی کنید. بنابراین همه باید از این تجربه درس بیاموزند و بدانند که نمی توان با چنین دولتی تعامل و مذاکره کرد. ایشان آشکار شدن عمق دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران را از دیگر تجارب برشمردند و گفتند در مذاکرات سالهای اخیر و بعد از برجام کاملا مشخص شد که موضوعاتی همچون هسته‌ای و موشکی مسئله اصلی نیستند و هر گونه انعطاف در مقابل آمریکا به دلیل مصلحت سنجی های موسمی نه تنها دشمنی او را کمتر نخواهد کرد بلکه این دشمن را گستاختر خواهد کرد. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند این موضوع فقط مختص آمریکایی ها نیست، همه غربی ها عمدتاً همین گونه هستند و ایستادگی در مقابل آنها و حرکت شجاعانه امکان بسیار زیاد عقب نشاندن آنها را به وجود می آورد. رهبر انقلاب با اشاره به قضایای هسته‌ای در سالهای 83 و 84 گفتند در آن زمان آنها حتی اجازه راه اندازی 2 یا 3 سانتریفیوژ را هم نمی دادند، اما از زمانی که در مقابل زیاده خواهی های آنها ایستادیم و محرموم ها را شکستیم و جوانان مؤمن و انقلابی ما غنی‌سازی 20% را انجام دادند، غربی ها به التماس افتادند و ضمن قبول غنی‌سازی 3.5% با ادامه فعالیت 5 تا 6 هزار سانتریفیوژ نیز موافقت کردند. ایشان تأکید کردند البته منشأ به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی ایران مذاکره نیست، بلکه پیشرفت دانشمندان جوان ما و دستیابی به غنی‌سازی 20% است، وگرنه با مذاکره هیچگاه حق ما را به رسمیت نمی شناختند. حضرت آیت الله خامنه‌ای همراهی اروپا با آمریکا در مهمترین موارد را تجربه درس آموز دیگری دانستند و افزودند ما بنای دعوا با اروپا را نداریم، اما این 3 کشور اروپایی نشان دادند که در حساس ترین مواقع با آمریکا همراهی می کنند. رهبر انقلاب اسلامی گفتند در سالهای اخیر این درس گرفته شد که گره زدن حل مسائل کشور به خصوص مسائل اقتصادی به برجام و خارج از کشور یک خطای بزرگ است. وقتی ما مسئله اقتصاد کشور رو، کسب و کار کشور رو به مسئله برجام گره میزنیم، نتیجه این میشه که صاحبان کار و سرمایه چند ماه باید منتظر بمونن تا ببینن خارجی ها چی تصمیم میگیرن در مورد برجام، چند ماه تأمل کنن، صبر کنن، منتظر بمونن تا ببینن که آیا در توافق میمانن یا از توافق خارج میشن، امضا میکنن، امضا نمیکنن، بعد از اون که امضا کردن پابند امضا میمونن یا نمیمونن. مرتب بایستی دستگاه فعال اقتصادی مردمی کشور در انتظار رفتار خارجی ها باشه. ایشان دلخوش کردن به مسائلی نظیر بی‌آبرو شدن آمریکا و یا بروز اختلاف ظاهری میان آمریکا و اروپا در ماجرای اخیر را نافی استفاده از تجربیات خواندند و خاطر نشان کردند هدف از مذاکرات هسته‌ای برداشته شدن تحریم‌ها بود که بسیاری از آنها برداشته نشد، ضمن اینکه اخیراً تهدید می‌کنند تحریم‌ها را با وجود تأکید قطعنامه سازمان ملل باز می‌گردانند. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین در نکته مهم و اساسی با پرهیز دادن عناصر سیاسی، مدیریتی و مطبوعاتی از سرزنش یکدیگر درباره برجام تأکید کردند نقد صحیح منصفانه و عاقلانه ایراد ندارد و مسئولان هم باید به آنها توجه کنند، اما اهانت، هتک حرمت، اتهام و ایجاد دو قطبی بر سر برجام نباید صورت گیرد و وحدت و همزبانی نباید نقض شود. رهبر انقلاب درباره نحوه مواجهه صحیح با برجام در شرایط فعلی گفتند اقتصاد کشور را از راه برجام اروپایی نمیتوان درست کرد. امروز اقتصاد کشور رو، بنده این رو عرض بکنم، از راه برجام اروپایی نمیشه درست کرد. اینو به شما عرض بکنم، اقتصاد کشور از این را درست نخواهد شد. قرائن فراوانی داره، همین حالا دارید مشاهده میکنید، شرکت های
قابل توجه غربی، بعضیا اعلان میکنن که خواهند رفت، بعضیا رفتن، بعضیا میگن معلوم نیست چیکار کنیم. رؤسا و مسئولین دولت‌های غربی همینجور حرف میزنن، آلمان یه جور، فرانسه یه جور، اون یکی یه جور. نمیشه بحث تصحیح هکار اقتصادی کشور رو از راه برجام اروپایی نمیشه درست کرد. ایشان با اشاره به بدعهدی و بی صداقتی سه کشور اروپایی در اوایل دهه 80 بر سر مسئله هسته‌ای، شروط ایران برای ادامه برجام با اروپا را اعلام و تاکید کردند. اروپایی‌ها باید ثابت کنند که این بار قصد تکرار آن بدعهدی را ندارند. آمریکا قطعنامه 21 را نقض کرده است. اینها بایستی در مقابل این حرکت آمریکا، اونهایی که عضو شورای امنیتن، بایستی قطعنامه علیه آمریکا ببره در شورای امنیت. یه قطعنامه علیه آمریکا به عنوان این که این ناقض قطعنامه 22 31. باید متعهد بشود که بحث موشک و حضور جمهوری اسلامی در منطقه رو مطرح نخواهد کرد. اینو باید قول بده. باید با هر گونه تحریمی علیه جمهوری اسلامی هم مقابله کنه. یعنی حالا او میگه من تحریم میکنم ایران رو، اینا باید صریح در مقابل تحریم آمریکا بیست. اروپا باید فروش کامل نفت ایران رو تضمین کنه. اینه، یعنی اون چرا که حالا اگر چنانچه آمریکایی‌ها توانستن به فروش نفت جمهوری اسلامی لطمه بزنن، اگر چنانچه حرکت آمریکایی‌ها در این راه خللی ایجاد کرد، اروپایی‌ها قطعاً باید اون رو جبران بکنن. بانک‌های اروپایی باید دریافت و پرداخت و انتقال وجوه مربوط تجارت دولتی و تجارت خصوصی رو با جمهوری اسلامی تضمین کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند با توجه به سابقه اروپایی‌ها ما به آنها اعتماد نداریم و به همین علت آنها باید تضمین‌های واقعی بدهند و اگر در پاسخ به مطالبات ما تعلل کردند، حق ایران برای آغاز فعالیت‌های تعطیل شده هسته‌ای محفوظ است. رهبر انقلاب اسلامی مسئولان سازمان انرژی اتمی را به آمادگی برای شروع احتمالی این گونه فعالیت‌ها فراخواندند و افزودند الان غنی‌سازی 20% را آغاز نمی‌کنیم، ولی باید آماده باشید که اگر لازم شد و دیدیم برجام فایده ندارد، فعالیت‌های تعطیل شده به واسطه برجام از سر گرفته شود. بخش دوم سخنان رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام به مسائل داخلی اختصاص داشت. ایشان مسئله اول کشور را مسئله اقتصادی خواندند و افزودند با وجود همه تلاش‌ها وضع اقتصادی کشور تعریفی ندارد و بسیاری از مردم در فشار شدید گرانی و مشکلات هستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه مشکلات اقتصادی با تکیه بر ظرفیت‌های فراوان داخل کشور قابل حل است و نسخه‌های غربی نه در زمینه اقتصاد و نه در عرصه‌های دیگر نظیر جمعیت حلال مسائل و دشواری‌های کشور نیستند، گفتند سپردن کارها به خارجی‌ها با توجه به بدقولی‌های آنها باید فقط در حد اضطرار باشد و فقط وقتی از امکانات داخلی مایوس شدیم سراغ دیگران برویم. رهبر انقلاب با اشاره به جلسه چند هفته پیش با مسئولان کشور درباره مسائل اقتصادی افزودند تصمیمات آن جلسه باید با جدیت پیگیری شود. ایشان با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها وزارت خزانه‌داری خود را به اتاق جنگ علیه ایران تبدیل کرده‌اند افزودند باید ستاد مقابله با این شرارت دشمن در مرکز اقتصادی دولت تشکیل شود و وزارت خارجه نیز به این مسئله کمک کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با بیان اینکه اقتصاد دولتی جواب نمی‌دهد و باید سیاست‌های اصل 44 جدی گرفته شود و بخش خصوصی را وارد میدان کنیم، گفتند منابع صندوق توسعه ملی باید در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار گیرد و نباید صرف مصارف جاری شود. قطع وابستگی به نفت، اهمیت دادن به اقتصاد دانش‌بنیان، توجه به جوانان کارآفرین در رسانه‌ها، تقویت تولید داخل، اهمیت فراوان به کالای ایرانی و خودداری مطلق همه دستگاه‌ها از خرید محصولات غیر ایرانی از دیگر نکاتی بود که رهبر انقلاب
مورد تأکید قرار دادند. ایشان تأکید کردند مسائل اقتصاد را نباید به برجام و امثال آن گره بزنیم. دیدید با برجام هم مشکل اقتصاد درست نشد، بنابراین اقتصاد به عوامل دیگری نیاز دارد. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، رئیس جمهور با اشاره به مذاکره ایران با 5 کشور دیگر برجام گفت اگرچه آنها در زبان و اعلامیه‌های سیاسی خود را متحد به برجام می‌دانند، اما باید در مقام عمل ببینیم که چگونه عمل خواهند کرد. آقای روحانی افسود اگر این 5 کشور بتوانند منافع کشورمان به ویژه منافع اقتصادی ما را در برجام تأمین کنند، برجام را بدون آمریکا ادامه خواهیم داد، وگرنه تصمیم لازم را می‌گیریم. رئیس جمهور با تشریح اوضاع اقتصادی کشور گفت در حال حاضر اتکا به نفت کمتر شده، درآمد ارزی غیر نفتی ایران دارای تراز مثبت است، تورم تک رقمی است و بازار سرمایه نسبت به سال 92 حدود 3 برابر افزایش پیدا کرده است. آقای روحانی گفت تا پایان امسال 4 فاز دیگر در پارس جنوبی به بهره برداری خواهد رسید و می توانیم در تولید بنزین خودکفا شویم. رئیس جمهور گفت تحریم‌ها و فشارها تأثیری در برنامه‌ریزی‌های سال 97 و سال‌های بعد نخواهد داشت و مردم مطمئن باشند در هر شرایطی اداره کشور به خوبی پیش خواهد رفت. آقای روحانی با اشاره به مسئله ارز گفت برنامه‌ریزی لازم را برای هر شرایطی حتی بدون برجام انجام داده‌ایم و در هر شرایطی ارز مورد نیاز مردم تأمین خواهد شد. ادامه خبرها. تقلای اروپا برای حفظ برجام با دست خالی. کمتر از 4 روز مونده به نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا برای تصمیم گیری درباره سرنوشت برجام، سران آلمان و فرانسه به 2 کشور غیر اروپایی عضو توافق هسته‌ای رفتند تا درباره چگونگی حفظ برجام رایزنی کنند. صدر اعظم آلمان در چین هرچند از پایبندی به برجام گفت، اما مدعی شد این توافق با یک توافق ایدئال فاصله داره. مرکل این نکته رو هم اذعان کرد که با تحریم‌های جدید آمریکا احتمالاً برخی شرکت‌های اروپایی ایران رو ترک می‌کنن و بعضی دیگه هم فعالیت‌هاشون رو در ایران کاهش میدن. رئیس جمهور فرانسه هم قرار در روسیه با پوتین درباره توافق هسته‌ای با ایران بعد از خروج آمریکا رایزنی کنه. وزیر خارجه آلمان هم بعد از مذاکره با پومپئو همتای آمریکاییش در واشنگتن بر پایبندی کشورهای اروپایی به برجام تأکید کرد. قرار نمایندگان ایران و 5 کشور باقی مونده در توافق هسته‌ای فردا در نشست کمیسیون مشترک برجام در وین پیامدهای خروج آمریکا از برجام و راه‌های تضمین ادامه اجرای اون رو بررسی کنند. هشدار به صهیونیست‌ها برای ماجراجویی در سوریه تابان سختی خواهید داد. دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه تجاوزات جست و گریخته صهیونیست‌ها به سوریه قادر به تغییر معادله توازن نیروها در سوریه نیست تاکید کرد. اسرائیل این پیام رو گرفته که هر گونه حمله به سوریه و همپیمانانش قاطعانه پاسخ داده میشه. شمخانی در گفتگو با شبکه الجزیره تاکید کرده ایران به درخواست دولت سوریه در این کشور و در کنار نیروهای مردمی و محور مقاومت با تروریسم مبارزه میکنه. دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین از ارائه یک طرح اروپایی با هدف برقراری آتش‌بس در یمن در ماه رمضان خبر داد و گفت 4 کشور اروپایی از ایران خواستند برای گفتگو درباره پذیرش این طرح با انصارالله گفتگو کنه، اما بعد از اعلام کردن عربستان پیشنهاد اروپا را رد کرده. ادامه سریال بدعهدی‌های ترامپ، این بار لغو دیدار 2 جانبه با رئیس کره شمالی. رئیس جمهور آمریکا ساعتی قبل در حالی این تصمیمش رو اعلام کرد که کره شمالی امروز تعهدش درباره انهدام تأسیسات هسته‌ایش رو اجرایی کرد. کره شمالی اعلام کرده انهدام سایت هسته‌ای پونگیری به نشانی حسن نیت برای شروع گفتگوها بوده. به گفته برخی کارشناسان این مرکز هسته‌ای به دلیل تعداد زیاد آزمایش‌های هسته‌ای در گذشته دیگه قابل استفاده نبود. همزمان با بالا گرفتن بحث‌ها بر سر انفجار سایت هسته‌ای کره شمالی، معاون وزیر خارجه این کشور به تهدیدات معاون رئیس جمهور آمریکا واکنش نشون داده و گفته ما نه برای مذاکره با آمریکا التماس می‌کنیم و نه خودمون رو برای متقاعد کردن اونها به دردسر می‌ندازیم. مایک پنس گفته بود اگه کیم جونگ اون فکر می‌کنه می‌تونه ترامپ رو به بازی بگیره، اشتباه بزرگی مرتکب شده.
رونق فولاد به همت اراده های پولادینی که آب و آتش و رکود رو پشت سر گذاشتن. از شرق آسیا تا غرب اروپا مصرف کننده فولاد ایران. رکوردزنی بی سابقه در صادرات محصولات فولادی ساختمانی. با رشد 80% در حجم محصولات و افزایش 130% ارزش ریالی. تنها دارنده گواهینامه کرز از کشور انگلستان در ایران هستیم. تونستیم بیش از 50,000 تن میلگرد به تن مسلح برای اولین بار به کشورهای بریتانیا، برمه و تایلند صادر کنیم. تا همین دو سال پیش ذوب‌آهن با 1,280,000,000 تومان زیان روبرو بود، اما با توسعه صادرات و بالا بردن کیفیت محصولات ما تونستیم به سوددهی 120,000,000,000 تومان در سال گذشته برسیم. میلگرد، تیراهن، شمش و کلاف بیشترین کالاهای ارزآور. افزایش کیفیت، تنوع محصول بر اساس نیاز مشتریان، بازاریابی صحیح و تولید بر اساس درخواست مشتریان و تحویل به موقع از مهمترین علل افزایش صادرات. و آب که در رشد این موفقیت نقش اساسی داشته، این روزها ارزش چند برابری دارد. با اصلاح برج‌های خنک کننده کارخانه ذوب‌آهن، همچنین طراحی مکانیزمی برای بازیافت آب مصرفی، تونستیم مصرف آب از 10.7 به 6.26 متر مکعب به ازای هر تن فولاد در سال 96 کاهش بدیم. باز باران با خسارت. باران با اینکه زمین‌های زنجان رو سیراب و کشاورزان رو خوشحال کرد، اما خسارت‌هایی هم به جا گذاشت. آبادانلığım دوروف دا سو götürüb va. Çel götürüb tepesinə. Kullan mumalağımızı beyninden aparıptı. Kuyudu da biraz 8 metre 10 metre kuyudu. Elan görürsen nevap bıgılığına dolduruptu kullan buradan. سیل لواسان هم به 6 نفر صدمه زد و یک تبعی افغان رو به کشتن داد. او داخل ویلای کنار رودخونه بود و با ورود سیل به داخل ویلا جونش رو از دست داد. در شمیرانات خسارت‌های مالی سنگین هم به جا موند. به علت اینکه سیلاب از دو طرف کوپای اومد، متاسفانه شن و خاک راه رودخانه رو بست، رودخانه منحرف شد، اومد ریخت تو بعضی از رستوران ها. هواشناسی هشدار داده بود، منتها ما فکر نمی‌کنیم به این میزان باشه. حدود مثلا 3 ساعت 70 میلیون ما بارندگی داشته باشه. مشکلش اینه که هم بستر رودخانه رو باریک کرده. یعنی هر کس پول داشته ساخته رفته تو رودخانه، جاده دارم که خب باید درست کن که درست نمیگه. ساخت سازا بی تاثیر نبوده، منتها کوه ریزش کرد و جاده رو بس وارد جاده شد. باران شدید خانه و مغازه مهابادی ها رو هم بی نصیب نذاشت. به همون امان نداد که بتونیم جلوی آب رو بگیریم. کل خونمون رفته رو آب. هم خونه هم مغازه هم حیاتمون کلا رفته رو آب. رئیس سازمان امداد و نجات از امداد رسانی به حادثه دیدگان سیلاب در 43 شهر و روستای کشور خبر داد. با این حال آب و هوای مشکین شهر اردبیل کمتر از یک ماه مونده به تابستان زمستانی شد و آسمان زمین رو سفید پوش کرد. و فریاد دانشجویان و سخنرانی ناتمام مقام امریکایی. میکی هیلی نماینده امریکا در سازمان ملل که برای سخنرانی به دانشگاه هیوستون رفته بود، صحبتاش با شعارها و فریادهای دانشجویان قطع شد. دانشجویان هیلی رو به علت حمایت از رژیم صهیونیستی نجات پرست و جنایتکار توصیف کردند. I'm here today following a very busy few weeks in American foreign policy. هرچند نیروهای امنیتی برخی دانشجویان را دستگیر کردند، اما در نهایت بیشتر شرکت کنندگان سالن را ترک کردند. از دغدغه های اهالی فرهنگ و هنر تا همراهی اونها با ملی پوشان در راه جامعه جهانی در کلاکت این هفته.
موزه هنرهای معاصر تهران که در گوشه غربی پارک لاله قرار گرفته برای خیلی از اهالی هنرنامی آشناست. حالا اما داربست‌هایی که در اطراف این موزه 40 ساله قد علم کردند از اتفاقی تازه خبر می‌دهند. این روزها چشم و دل‌های نگرانی موزه هنرهای معاصر تهران رو دنبال می‌کنند، چون قراره که چند وقتی به خاطر تغییرات گسترده این موزه تعطیل باشه. سایت موزه زمان تعطیلی رو تا آبان 97 اعلام کرده، ولی آیا این سقف‌های کنده شده و تابلوهای جدا شده تا 6 ماه دیگر سر جای خودشون قرار می‌گیرند؟ زمانی رو که در نظر گرفتیم 6 ماه است، اما اگه به نتیجه برسیم که نیاز به زمان بیشتری داره، قطعاً مرمت موزه از اهمیت ویژه تری برخوردار هست تا زمان مرمت. حالا 6 ماه که سهله، امیدواریم کار به سال و سالها نکشه. روایت فتیها بعد از 26 سال جاپای شهید آوینی گذاشتند و به خرمشهر رفتند. مستند از آزادی تا آبادی که قرار از شبکه مستند پخش بشه، هم به بازسازی خرمشهر پرداخته و هم از یک کشتی غرق شده که سالهاست روی قلب آبی اروند سنگینی میکنه خبر داده. کشتی آلمانی که ملاحظه میکنه اسکل یک بود که بعد از 2-3 روز ما متوجه شدیم که نفرات عراقی روی اون با وسیله چراغ شب علامت میدن. اکثر صاحب نظر معتقد اگر این کشتی بیرون کشیده بشه و لایروبی اردن انجام بشه، کشتی های سنگین میتونن وارد اردن بشن و از کشورهای مختلف بار ورده بشه، بار به اصطلاح صادر بشه و ما بتونیم شهر خیلی به اصطلاح بهتر و پرونق‌تری رو شاهد باشیم. حالا بشنوید از گیشه ناامید کننده فیلم‌های سینمایی در این روزها. آمارها نشون میدن که غیر از چند فیلم شاخص، فروش بقیه فیلم‌ها چنگی به دل نمی‌زنند. در واقع فیلم‌هایی که در نوبت دوم بهار به نمایش درآمدند، در جلب مخاطب موفق نبودند. این وسط خیلی ها امیدوارند با نمایش بازی‌های جام جهانی در سینماها وضعیت سالن‌های سینما بهتر از قبل بشه، هرچند که این موضوع درمانی برای فیلم‌های کم مخاطب نیست. شاید مثلا دارم 4 یا 5 مسابقه فوتبال اینا تیم‌های ایران یا فوتبال نیمه نهایی و نهایی رو بشه پخش کرد، اونم با در نظر گرفتن حقوق صاحبان آثار. به هر حال فیلم‌هایی هم که در حال نمایش هستن، حق طبیعیشون هستش که نمایش فیلم داشته باشن. به مناسبت بزرگداشت فردوسی باز خبرهای شنیدیم درباره ثبت ملی و جهانی این اثر و اون اثر، ولی ما چه کرده ایم؟ مثلا برای همین نقالی که چند وقتیه به ثبت رسیده. دانشنامه ها اینها قرار بوده راه اندازی بشه، دانشنامه شاهنامه فردوسی، دانشنامه هنر نقالی، دانشنامه آینهای بلون. هیچ کدوم از اینها بودجه بهش تعلق نگرفته متاسفانه. اما یک سوال، چرا بعد از ثبت جهانی مفاخر ما به حال خودشون رها میشن و کارهای فرهنگی که بتونه اونها رو بهتر معرفی بکنه انجام نمیشه؟ در واقع هدف از این ثبت‌های جهانی اقدامات ترویجی است که ظاهراً به دست فراموشی سپرده شده. این هفته آهنگسازها برای تیم ملی سنگ تمام گذاشتن. از بدرقی تیم ملی و حضور سالار عقیلی که رسماً یار 12 تیم ملی شد، عشق تو در سینه پا بر جا، تا قدردانی شهداد روحانی از کیروش که برای کارلوس کیروش قطعه ای از کشورش پرتغال رو اجرا کرد. پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. و بعد اجرای دیگر و البته از علیرضا عصار برای تیم ملی. همه تبار و غرورم وطن، شعارم وطن، شعورم وطن. حالا به سبک سهراب باید گفت چه تیمی باید باشد. کوچه باغش پر موسیقی باد. جنون میرسد ریشم، به جز آشتی نیست اندیشم. ممنونم از نگاهاتون، شب خوش تا فردا شب.